دیوید جردن، خوش آمدید به برنامه دیدبان. مخاطبان بی بی سی فارسی در روزهای گذشته انتقاداتی داشتند که چرا بی بی سی فارسی در مورد حملات اهواز از واژه حملات تروریستی استفاده نکرده. میشه شما به ما توضیح بدید که چرا بی بی سی نه از واژه تروریست و نه از واژه حملات تروریستی استفاده نمی‌کنه در پوشش خبریش؟ BBC برای توصیف سازمان هایی که مرتکب ترور اتک یا حملات وحشت افکنانه میشن از کلمه تروریسم استفاده میکنه، ولی از کلمه تروریست استفاده نمیکنه. دلیلش هم اینه که کلمه تروریست این روزها خیلی مورد استفاده قرار میگیره، ولی همیشه با این کلیشه مواجهی که تروریست من آزادی خواه شماست. به ویژه در بریتانیا در زمان نارامی های ایرلند شمالی لازم بود که BBC بتونه بی‌طرفی خودش رو در دو طرف منازعه حفظ کنه، هم در اون منازعه و هم در درگیری‌های دیگری که در خاورمیانه رخ می‌داد. در این درگیری‌ها استفاده از واژه تروریست می‌تونست توهینی به یک طرف درگیری تلقی بشه. بنابراین ما به این تصمیم رسیدیم که کلاً از این واژه استفاده نکنیم، مگر اینکه نقل قول از یک مقام دولتی و یا سخنگوی رسمی باشه. بنابراین ما از کلمه تروریست برای توصیف ترور یا حملات ترور استفاده نمی‌کنیم. در مورد حملات تروریستی چطور؟ من استفاده از عبارت حمله تروریستی رو مجاز نمیدونم و همیشه سعی میکنم جلوی بکارگیری این کلمه رو بگیرم، برای اینکه اگر به اقدامی بگیم حمله تروریستی طبعاً داریم به عاملان اون حمله میگیم تروریست و با همون مشکلاتی که گفتم مواجه میشیم. بنابراین ترجیح میدم از عبارت ترور اتک یا حمله وحشت افکنان استفاده کنیم، چرا که این فقط گروهایی مثل داعش نیستن که متهم به ترور اتک یا حملات وحشت افکنانه میشن، بلکه گاهی اوقات دولت ها هم بابت عملکردشون متهم به حمله وحشت افکنانه میشن. مثلا وقتی فلسطینی ها اسرائیل رو با این عنوان متهم میکنن. بنابراین ترور اتک یا حمله وحشت افکنانه مثل کلمه تروریست توهین‌آمیز نیست و اگر کسی از کلمه تروریست استفاده کنه و من بفهمم، ازشون خواهم خواست عبارت رو اصلاح کنن. خب اگه بخوایم از گایدلاین یا همون کتاب راهنمای بی بی سی مثال بزنیم، در جایی گفته که خبرنگاران نباید از حملات تروریستی یا تروریست استفاده کنن و در جای دیگه اومده که بی بی سی تلاش میکنه که اجتناب کنه از واژه تروریست. جواب شما در این مورد چیه؟ بله نباید استفاده کنیم. دستورالعمل روشنی است و باید سعی کنیم که چنین نکنیم. خیلی روشنه که نباید بکنیم و وقتی میگیم باید سعی کنه که نکنه، یعنی داریم تلاشمون رو میکنیم که این کار رو نکنیم و وقتی به صورت نقل قول نیست این عنوان رو به کار نبریم. این سیاستیه که من همیشه سعی میکنم اجرا کنم، هرچند گاهی اوقات به درستی اجرا نمیشه، ولی ما نهایت سعی خودمون رو میکنیم. مثالی میتونم بزنم؟ مخاطبان بی بی سی فارسی برای ما مثالهایی فرستادن یا اسکرین شات گرفتن توی توییتر و فضای مجازی گذاشتن که نشون میده بی بی سی انگلیسی یا بی بی سی نیوز در جاها و زمانهایی مثل حملات لندن، حملات پاریس یا منچستر از کلمه حملات تروریستی استفاده کرده. جواب شما به مخاطبان بی بی سی در این مورد چی هست؟ بله، شما میتونین مواردی رو پیدا کنین که همکاران از عبارت اشتباه استفاده کنن، ولی مانند همیشه سعی ما اینه که هیچ گروهی رو با عبارت تروریست توصیف نکنیم و فوق فوقش از یک اقدام به عنوان اقدام تروریستی استفاده کنیم که اونم اشتباهه، ولی گاهی پیش میاد. اون چه که همه مردم دنیا باید درک کنن اینه که بی بی سی یک خروجی عظیمی از مطالب رو به طور روزانه تولید میکنه. مثلا فقط در داخل بریتانیا برای هر ساعت در روز بین 55 تا 65 ساعت خروجی تولید میکنیم. این فقط در داخل بریتانیا است. حالا در نظر بگیرید با خروجی های سرویس جهانی که شامل 40 زبان خارجی از جمله بخش فارسی میشه، چقدر بر حجم این خروجی اضافه میشه. بنابراین گاهی اوقات در این حجم عظیم مطالب تولید شده افراد مرتکب اشتباه میشن و اگر این اشتباهات به اطلاع من برسه سعی میکنم جلوش رو بگیرم، مثل همین اسکرین شات هایی که شما بهش اشاره کردین و من پیگیری خواهم کرد. همه اینها به این معنا نیست که ما نباید چنین سیاستی رو داشته باشیم که الان داریم و نباید این سیاست ها رو اجرا کنیم. یکی دیگه از انتقادها به بی بی سی این بوده که هیچ وقت بی بی سی در مورد حملاتی که در خاورمیانه و کشورهای مثل ایران، سوریه، عراق، افغانستان انجام شده از واژه حملات تروریستی استفاده نمی‌کنه، در حالی که اگر همین حملات در اروپا یا آمریکا اتفاق بیفته استفاده میشه. آیا واقعا درسته این؟ I don't think that's universally true.
من فکر نمی کنم همیشه و در همه مواقع حرف شما درست باشه، ولی فکر می کنم همونطور که رخدادی که هفته پیش در ایران پیش اومد نشون میده، وقتی حادثه‌ای در کشور خود آدم اتفاق میافته، وسوسه استفاده از کلمه تروریست بیشتره. بنابراین وقتی برای ما چنین رخدادی در پاریس و منچستر و لندن اتفاق میفته، این وسوسه در بین همکاران ما هم زیاده که از عبارت حملات تروریستی استفاده کنند. یک دلیلش هم اینه که گاهی اوقات مثلا خبرنگار هنری بی بی سی داره درباره حمله در سالن کنسرت منچستر گزارش میده و چون این خبرنگار تجربه‌ای در پوشش چنین حوادثی نداره، از حملات تروریستی استفاده میکنه. بله، ولی کلا من احساس کردم وقتی حادثه‌ای در کشور خود خبرنگار اتفاق میفته، خبرنگار بیشتر تمایل به استفاده از کلمه حملات تروریستی داره. میتونید به ما بگید که قرار در آینده بی بی سی چطور جلوگیری کنه از این عدم انسجام و هماهنگی توی بخش ها و تمام سرویس های مختلف که یک دست باشه و اگه قرار استفاده نشه از چنین واژه هایی در کل استفاده نشه؟ کاری که ما برای اعمال وحدت رویه انجام میدیم اینه که به همه کارمندان آموزش لازم رو بر اساس دستورالعمل‌های بی بی سی بدیم، هم از طریق آموزش به همه کسایی که به استخدام بی بی سی در میان، همه که کسی مثل من که راه میافتم و نه تنها به مخاطبان بلکه به تیم‌های همکارمون سیاست ما رو توضیح میدم و پوشش دادن تمام این تیم‌های همکاران در بریتانیا و سراسر جهان طیف زیادی رو در بر می‌گیره و آدم‌های بسیار زیادی رو شامل میشه. این یک وظیفه بسیار سنگینیه، ولی کاریه که ما داریم روزانه انجام میدیم. ممنونم دیوید جوردن، رئیس بخش سیاست گذاری و استاندارد خبری بی بی سی. Thank you.